به نام خدا و سلام عرض میکنیم خدمت تمام دوستان، هموطنان و در عموم تمام مردم تاجیکستان. امروز حرکت سیاسی گروه 24 تصمیم گرفت یک گردی همایی یعنی یک اعتراض داشته باشیم نزد مرکز مهاجرت کشور آلمان. عین زمان پروسس کار ادامه دارد. در اینجا خب ما میبینیم زیاد از تعداد زیادی هموطنان حضور دارند و وابسته به همین برنامه‌ای که ما داریم، من می‌خوام یک چند از هموطنان رو اینجا دعوت کنم، کسانی که مشکلات های سیاسی دارند، یا فکرشون رو بیان کنیم، سبب اومدنشون چی است و چی رو می‌خوان اینجا اثبات کنند. خب ما میریم دنبال بچه‌هایی که اینجا هستند. خب دوستان عزیز، ما تصمیم گرفتیم با برادر عظیم یقینوف یک صحبت داشته باشیم زیر این موضوع، چون ایشون هم باشد از کسانی است که واقعا مشکلات داره و پرونده اون هم باشد در آلمان بسته شده است. سلام علیکم برادر. سلامت باشیم برادر، خوب باشی. دعوتتون زنده باشه. قبل از اونه که صحبت خب باز کنیم، از اون کدام حرکت هست؟ نه راستی من در زندگی من از یگون حزب، حرکت، سازمان و یا گروه نبودم. خب میتونی که در مسئله قضیه خود کمی روشنی به اندازه که سبب اینجا آمدن چی است؟ یعنی چی شما را وادار کرد؟ بله، چخیلی که قید کردیم، چخیلی که یک چند ماه پیش در تمام رسانه‌ها در این خصوص علاقه گپ ها شده بوده گذاشتن، آلمان یک بار نوابسته با اون تهدید ها و نوابسته در این که ما در کافتکاو قرار داریم در جمهوری تاجیکستان و از طرف وزارت کارهای داخلی با ماده 187 قسم ده و 307 قسم ده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت ما عیب اعلان کرده شده است. به همه همین چیزا نگاه نکرده حکومت آلمان چنین یک تصمیم گرفتن که یعنی دادگاه که شما در وطن یکون مشکلات نداره و شما میتونید که به وطن خودتون برگردید. یعنی شما اون حجتایی که براتون اسناد پیشنهاد کردن؟ بله، تمام اون حجتایی را که اینکه عکس من آویزون از در نزد شعبه های کارهای داخلی یا اینکه در شهر دوشنبه یا که در دیگر و یا شهر و ناحیه ها، تمام حجتا را ما پیشنهاد کردیم. اما متاسفم از اینکه چی مسئولیت پیشکی شده است که وقتای اخیر یک دو ماه اخیر واقعا هم بسیار هم یک خنک نظرانانه نظر میکنن به قضیه تاجیکستانیا از اون جمله. یعنی اگر که رفت و تصمیم گرفت چه شما را روان کردن، بالای شما کدام جرمی است؟ چه نظر دارین؟ بله، اینکه وزارت کارهای داخلی با چنین یک نظر یا دلای جنایتی باز کرده است با همون دو تا ماده را که ذکر کردیم، از 17 تا 25 سال اون ماده ها طلب میکنن از قانون و فکر کنیم که اینکه ما به تاجیکستان برگردم 25 سال یا اینکه 20 سال زندان من را تهدید میکنم. قانون عفو چی است؟ قانون عفو متاسفم از اینکه من واقعا هم قانون عفو طلایی را که گویا طلایی بود اون را دیدم، اما اون جرمایی را که ما را عیب اعلان کردن، ماده هایی را که ما را اعلان کردن در عفو نغلطیدن و نمیغلطنم. یعنی قبل از اونه که دعوی قانونی عفو دارن، نظری من است که باید اونها همون کسانی که با همه جرم ها زندان شدن اول لااقل دهش آزاد کنند و میتونن گفت که ما قانونی عفو داریم، هر کسی که میتونه برگرده. من فکر میکنم که کسایی را که خودشون محتاج به عفوان نمیتونن کسی را عفو کنن. واقعا خب چی گفتنی هستی؟ یعنی که آمدن شما اینجا و اگم خواهیش داره؟ من واقعا هم اون مشکلی سیاسی و فضای فرهنگی و اجتماعی را که امروز ما در تاجیکستان داریم تمام جامعه جهانی میدونه که ما امروز در یک فضای بحرانی از لحاظ آزادی فکری، از لحاظ آزادی دینی، از لحاظ آزادی فرهنگی در یک واقعا هم در یک حالت بحرانی قرار داریم و نگاه نکرده به همه همین چیز حکومت آلمان یک شش ماهی اخیر واقعا همچی برنامه مسئولیت پیشکی با حکومت تاجیکستان تشکیل کرده است که بعد یعنی که من شخصا شاهدی هستم که پراکراتور جنرالی تاجیکستان و اخری هایی که گذران در آلمان، مرکز مهاجرت آلمان در تمام شهرها و ولایت های آلمان یک بار معاملش بسیار هم تند و بد شده است نسبت مهاجرت. من عینی همین شکل سوال داشتم که بعد از آمدن خب پراکرور جنرالی یوسف رحمانی، آیا واقعا میتونن که کسانی که خب معلم هستن چگونه سیاست دارن، میتونن که با همون سیاست پست و پلی چون بیان در یک کشوری خب از لحاظ دموکراتی آزاد، از لحاظ سیاست یک کشور خیلی سیاسی است، میتونن که با همون فهمیش و با همون دیدگاهشون تاثیر برسونن؟ من فکر میکنم که اگر به وضعیت کنونی دولت های منطقه ما تاجیکستان نظر کنیم، شاید یک شرطنامه بین اینا را باشه، شاید 100%. به خاطر چی؟ به خاطر که من شاهد آن هستم که یک ماه پیش واقعا هم کسایی را که میشناختیم و میدونستیم از آلمان
با یک مجبوریت از آلمان اخراج شدن تاجیکستان رفتن. یعنی شما شاهدی واقعه هستید؟ بله، من چندین نفر را میشناسم که از تاجیکستان، از آلمان اخراجشان کردن تاجیکستان و در تاجیکستان امروز شهروندی خارجیشون را گرفتن که از داخل تاجیکستان نتونن ببرن بیرون و در داخل تاجیکستان هستن و هیچشون نگفتن تا امروز. من مطمئن و مطمئن هستم که اگر که یک حالت، یک وقت، یک با مرور زمان حتما که اینا را میبرن زندان میکنن. بله، برای یک روزی مبادان هست. بله، اونا همه برای یک روزی مبادان. دیگه سلامت باشی برادر. آخر چند حرفی داشته باشی میریم به مال بچه‌های دیگه. من مراجعت به کسایی دارم که امروز واقعا هم میگه که چیکار کرده و چیکار میتونه کردن. واقعا هم ما هم خیلی که برادر گفتن حرکت های سیاسی اینها یک قدرت یا اینکه نماینده خلق نیستند در دیگر دولت های اروپایی. از دست اینا مثلا همین پیکتی را که امروز من یک جهان تشکر به صدارت گروه 24 و برای همه برادرها که همه وقتی خود را دریغ نداشتند و امروز آمدند به خاطر ما و شما، همه اینا حجت دارن واقعا. هم هر کسی را که من میشناسم یا که دیدم در اینجا پرسان شدم، همه اینا حجت دارن، اینا به خاطر ما و شما آمدن که امروز همون قضیه و همون مشکلاتی را که شما در وطن داره و همین قدر مسیر راه فرار کرده آمده در اروپا خود پوت کرده، مثل یک گفتی هم قول افغانا پنهان شده، برای قضیه شما آمدن، اما متاسفانه شما را هم نیومده برای قضیه ختم. و این یک جواب است برای شما که شما برای مردم یا ملت یا اینکه مهاجرین اروپا چیکار کردید. همین کارا کردن. تشکر برم. شما از کجا یعنی که پیدا کردید خبر رو که فردا در نزد خب مرکزی مهاجرت در کشور آلمان یک اعتراض است؟ ای برادرایی که میخوان استرداد کنن شو به تاجیکستان در پناهندگی در آلمان شون از چیکادگیان سپوریدگیان همورا مقصد گپ فهمیدیم که استرداد کردستان برای همو اومدیم که مثال تنها دامخلی روزو نگذاریم شو مثال دامخلی روزو در بار شو بستیم که همو را استرداد نکنن در تاجیکستان و را با مهلت زیاد پس پنجره محبس. یعنی نظر شما است که هر کسی که اگر از واقعا اگر ما نظر کنیم کسانی هستن که قضیه سیاسی دارن. ولی نظر شما است که اگر اون کسا امروز به تاجیکستان روان کرده شوه، یعنی که واقعا زندان اونها تهدید میکنن؟ بله. میتونید مثال ها آورده؟ میتونید 100% هر روز من سحر ای خواه میخیزم یکم رادیو آزادی را هوی میکنم. هر روز یک کس ترمه کردن، یک کس لایک مونده ترمش کردن، یک کس ملو از اون گفته ترمش کردن، یا ملو بچه‌ش یا همسایه‌ش یا حرف اسلام نشون داده ترمش کردن. برای هیچی ترمش کردن، خصوصا خودم برای یک کار به هیچی بردگیانم 11 سالم خوندگیان، 15 سالم خوندگیان. شما مطمئنه که اگر تاجیکستان شما رو از آلمان استرداد کنن، یعنی بالا تا مشکلات میبیان؟ مطمئنم. فایرات کردن خانوادگی همون را اذیت میتین؟ اذیت می فایرات میکنن. زن ما زن من مثال در این کار من مثال چشتگیم مثال در روی مثال نحقی گب زدستم زن من در اینجا چی های مقصد قطیم علاقه در نیز گب نمیزنه، زنگ نمیزنه، ای ترسی که ای ترسی رژیم مدار من این منی یک سال پیش گذاشت مدارم هم گذاشت ایدسته همین رژیم مدارم یزنه که 60 ساله را هر روز عدل کشی در اون وقت کارانتین در اون وقت کرونا ویروس هر روز عدل کشی عدل فیروت کنی ایدسته همو عدلی چیا اصاباش بزه بیچ بچی دل انفکت دل چی دلش کفید مو یعنی از فشار زیاد مفهومات باید از فشار واقعا چونین هست واقعا یعنی رقیبی که ما شما داریم واقعا رقیب بسیار نامرد هست، حتی به زن، به مرد، به کودک، به هیچ کسی رحم نداره. برادر شاهد زنده است که یعنی مادرش اینو بعد تهدید زیاد، فشارهای زیادی مقامات و بالاخره دنیا را ترک کرد. من سپاس میگم برادر، من ان شاء الله امیدوار هستم که آمدن شما در قضیه خود شما و در قضیه دیگر برادران نیز اسهم میگذارین و ان شاء الله امیدوارم که چونین قضیه ها رو چونین چاره بینی ها رو ما شما زیادتر تشکیل کنیم تا که آینده توانیم یک خدمت برای مردم کنیم. خب برادر پرویز خوش آمدید، ان شاء الله امیدوارم که خوب باشی. خب قبل از اینکه صحبت ما شروع بکنیم، اول میتونی خودت معرفی میکنیم و مقصد از آمدن ما و شما در این اعتراض چی است؟ تشکر زیاد برادر، سلام و درود به همه بینندگان. من بنده پرویز رحیمزاده هستم، شهروند جمهوری تاجیکستان و هدفی از اینجا آمدن ما فقط به خاطر این است که ما در
از همین مرکزی مهاجرت آلمان خواهش میکنیم که در قضیه ای که شهروندان تاجیکستان اینجا با مشکلات و دشواری ها دچار هستند با آنها کمک خودش دریغ ندارد و هر آن چیزی که طلباتی که از طرف رژیم دیکتاتوری به اینها پیشنهاد می شود البته با اون یعنی جدی نگیرند چون در کشور ما معلوم است که دیگر ناعدالتی و یک دیکتاتوری است از این خاطر هر چی دیگر کوشش میکنند که ما را برگردانند چون ما مبارز هستیم البته ما البته یک تغییر رژیم میخواهیم برای آنها خطر است از این خاطر اونها هم کوشش میکنند که ما را برگردانند شما نیز از قبل اونها هستین که پرونده شما بله خودی بنده نیز خودی بنده نیز در آلمان آمدیم تازه و تا حالا یعنی که پرونده ما یعنی جدی دیده نشده است بله از این خاطر خواهش میکنیم که پرونده ما را هم جدی ببینند و ما را یعنی که کمک خودشان را دریغ ندارند البته من در اینجا از یک چند هموطنا خب نظرشون را گرفتین در موضوع آمدن اینجا اشتراک کردن در این اعتراض البته فکرها گوناگون بود نظر شما در این چه تشکر زیاد که ما را به اینجا دعوت کردین امروز ما میخواهیم که مقصد از دفتر از رفتی از البته نشست معلوم است که ما شما قرار دادیم در نزد مرکزی مهاجرت در کشتی مرکز مهاجرت شهر آلمان هدف از این اعتراض ها چی است نظر شما چی است نظر من همی است که همچون همی پرونده سیاسی را تاری درستر بینند نظر شما است که هر کسی که واقعا مشکلات سیاسی دارد باید عادلانه کشور آلمان این مسئله را ببیند بله. سلامت باشین برای